دارید به بابام اینا گفته تو رو پرورش داده که دومادش بشی. دوماد پرورشی. چشم چرخوندیم و چرخوندیم و چرخوندیم، دیدیم خیلی بهتر از رعنای خودمون کسی برای تو سراغ نداره. فریدون، حالت خوبه؟ عرضم به حضورتون که دختر اسمش رویاس آقا. کلام خودت یه چیزی دیگه است، میخوام از زبان خودت بشنفم. میخوام باهاش عروسی کنم. پس دختر شاه پریون توی؟ خوبم واردی. من دخترم و جگرگوشم و به کسی میدم که اولم پول داشته باشه، دومم بخوادش. اونقدرم که اولیش مهمه دومی مهمه. میخوام همه چی رو بفروشم، زمین، گلخونه، حتی خود تفنگ با من بفروشم. میخوام بفروشم باش کار کنم. ای نمک بهرام، دارش میرم. من دارم میرم تهران پولدار شم، مثل ما چیز شم، میلیاردر. ببین، فقط به خاطر اینکه نگن چرا به جوونا فرصت نمیدی، من 6 ماه بهت وقت میدم. 6 ماه؟ پس به این زودی رفتی تو کار، اونم کار صادرات. بله، البته هم تولید هم صادرات ها. صادرات گربه دونه چند؟ فکری همینه، گربه. خلام کدوم خریه میگم گربه رو بده. دوید بو برده داره تغییر میکنه، یعنی اگه بفهم هم دستت بودم دور از اون زبونم لال شه انشالله. تابوت رنانم دوست شد آب بردم نمیزن. شما اینجا چی کار میکنین نسبه شبیه چی میخواد؟ آها، من کوچیک شما سیروس هستم، تو کار سنگ و قبرم. میخواد کسا کار خودش رو عمو تون چال کنه، میبره به چوش ماما. فا، مگه اون مردی که رحمان میذاره مرده؟ نه خیر، پیش فکرشو کرده. جعفر آقا هم گفته قدمش روی چشم. قدمش رو چشم ها؟ برو من ببینم غلام. مرده اگه قدم باش که دراز کش نمیرم. بیشونه غلام به مرگ غلام، جنازه بیاد اون برای زنده برش میگرد. جنازه؟ منو میگه دوره آوارگی سر اومد خانم. اه، میلیاردر زنه؟ بله، همون اصل کاریه، اون که با شاه عکس داره. آفتابمو بدم؟ دست کمش 50 میلیون تومان شیرین گیرش اومده. من دخترمو اگه ایشون میلیاردرم بشه، حتی این دوتا برجم بخره، به آفتاب فروش نمیدم. راستش من چند وقتیه برگشتم، خواهرم میگفتش که شما کار قبرید. بله، یه مدت توش بودم، اما الان خود دیگه گذاشتم کنار. راستش من دنبال یه جنازم که به هم بخوره. 80 میلیون واسه یه دونه جنازه؟ تا اون روز بهت فرصت میدم که آقا تو بیاره اینجا با کارو تموم کنم بره. آقا سیروس خودشه، این خود بیسابه؟ نیتتون مدعی پیدا کرد. یعنی چی؟ نمیدونم، یه عده اومدن میگن مال اوناست. خواستم ببینم محتاط پوتاط به دردت میخوره؟ اگه گیر نداشته باشه با 3 شماره جنازش ردیفه. تو واقعا میخوای محتاط چی؟ تو رسیدی ده بخش کن که شدم. من که بالاخره میشم که. بذار بفهمم وقتی به آدم عاشق نرسن عاقبتش چیه. خواستگاری؟ دخترت که خواستگار داره خسرو. خواستگار داره؟ انگار متوجه نیستی من راجع به کی دارم حرف میزنم. قراره برای رویا خواستگار بیاد. خواستگار بیاد؟ یا پسرتو میخوای یا پسر مردمو. و شما که خوب فکر میکنی زیاد فکر میکنی، فکراتو بکن، یا بابا یا شوهر. اونه که حتما. دو سه روز این ور اون ور تو همکارا کلی گشتم، به شهرستون هم زنگ زدم، اما همه دستبالشون خالیه. یه همچین سایزی کم گیر میاد. یه همسایه‌مون هم یه نفر مرزه بود، رفتم بالا سرش، خدا بیامرزتش. اون هم سایزش کوچیک بود. نمیدونم واقعا توش موندم. من اینکه تو این کار استخون ترکوندم ها، نتونستم تالا گیر بیارم. واقع این بابایی که 2 روز از خارج اومده رو دست من بلند میشه. عجیبا، حالا کجا گیرش آورده؟ چه میدونم، گفت از تو ترمینال پیدا کرده. ترمینال؟ آره دیگه، بعد میگفت این واسه زحمت ها اونم یه پولی به اون میده. نمیدونم عرفش مثل که تو دنیا 5%. 5%؟ یه کاسه زیر نمی کاسه این هست. چه وضع شما؟ برو بابا.
سلام. سلام. منظور کفور دید؟ آره. ببینم جنازه کجاست؟ همین دوره براست. ردگون بیاد دیگه. یعنی الان اینجاست؟ آره بالاست. بالا؟ بله بله. اون هیکل چطوری با خودت کشوندی اینجا؟ خب یه جوری آوردمش دیگه. حالا بده. برو چشم. خب مدارکو بده دیگه. گفتم برو چشم. مخلصتم اصلا. هر چقدر بشه، هر چی خرجش بشه بهت میدم. بیا خوبه؟ کافی؟ آقا جان این چه وضعشه؟ دیشب تا صبح صدا گریه رفیقت از اتاقتون میومد. چشم. این اتاق بغلی 225 میگم. عروس دامادن به ما اعتراض کردن. چشم. درستش نی. چشم. بهش میگم چشم. ببخشید ببخشید. چی شد؟ میگم که حالا که اینجایی ما بریم بالا یه چایی بخوریم. آقا سیروس الان که وقت چای خوردنه. چرا؟ حالا بذار بعدن یه چای درست حسابی بهتون میدم. آره باشه باشه. بله دیگه آقا برام نشد. ما رو ناشتا کشوندی اینجا، میخوای گشته و تشنه برگردونی؟ بابا ناسلامتی ما یه چشم گذاشتیم واسه تو. ولی راست میگی دیگه آقا سیروس، میریم بالا سر صدا میکنیم، مزاحممون بغلیا میشیم. گناه دارم خب. نه آقا فریدون. آه قند پهلو میخوریم. شیرینش نمیکنیم که صداش مزاحم اینمون بشه. بیا بریم. آقا سیروس اصلا میدونی چیه؟ بیا پول چای تو اصلا همینجا نقدی بهت میدم. خوبه؟ بیا عزیزم. بیا. خوبه؟ ببینم. گفتی عرفش 5%؟ بله بله. نگو فریدون. چرا چرا؟ گفته. عزیز من بذار بمیره بعدن دیگه. بمیره؟ مگه هنوز نمرده؟ مگه نشنید اون آقای گفتش که مزاحم اینمون شده؟ صدای نفسش داره میاد. ببینم صبحونه بهش دادی یا میخوای ناشته حرومش کنی؟ مرگ من بگو بابا. این حرفا نیست. چی؟ تو ترمینال خورد به پستم نگاش کردم، فکر کرد میخوام بهش جنس بفروشم. قد تو قواره هیکل درست. اگه ولش کردم و به جون خودم رفته بود زیر اتوبوس. طرف از زندگی سیره. همه یه چیزی هم بدهکاره. حالا که قراره که بری زیر اتوبوس درشنخی چیزی بی اسم و رسم نمونه. آره دیگه، گفتم بابا حیفه بی خودی از بین بره. آخی یعنی چی؟ یعنی جای شما خودشو بکشه؟ نه بابا جون، جای خودشه. میدونی طرف اصلا قاطی کرده، مجنونه، عاشقه. بچینه خودم عاشقه؟ آره دیگه، دختره واسش خواستگار اومده. خب آدم عاشقم چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ معلومه دیگه، یا بهش میرسه یا ببین آقا برام، اگه قرار باشه عاشقا بمیرن من خودم اولیشم. کجاست؟ آقا فریدون صبر کن بابا، طرف خودش نمیخواد زندگی کنه. باور کن خیلی بهش گفتم. آقا فریدون صبر کن. خبرتون آقا شلوغش کردی رفیق، ساکت شد. شما شروع کردی کجا داشت؟ ساکت شد؟ ساکت نکنه مرده باشه. اتوبوس کجاست؟ برو بالا. کجا؟ برو بریم. برو بریم. کجا آقا؟ مهمونه قدقنه. ما صاحب مجلسیم. میخوام جنازه ببریم. آفرین. سب کن. کارت دارم. ببین شما. اصلا 10%. خب؟ ببین اصلا فکر کنه خودتون پیدا کردی؟ ببین هیچ دنیا اینجوری نمیدن. عرفشه. آقا جو عرف عاشقا فرق میکنه. معلومه که فرق میکنه. ای بابا آدم با آدم فرق میکنه. جنازه یه چیز دیگه است. خب اصلا 15%. اول جنازه رو میدیم بعد دیگه. ببین آقا من که نمیدونم واسه شما چه شرطی گذاشتم، اما اگه شما قصه این عشق غلام تو اینجا چه غلطی میکنی؟ من راستش دنبال چیز میگشتم، جنازه با این آقای همونیه که آقاش محمد. بله آقا، من همون بدبختم. آقام یه طرف، عمه یه طرف، ننه یه طرف، رهنا، فریدون رهنا. رهنا چی؟ قراره براش خواستگار بیام. ای اسد، پسرم و اسدی. اصلا این زندگی چه ارزشی داره که من زنده بمونم؟ ولی آخ ببین گلا، من چند دفعه دیگه هم بهت گفتم تا این قصه عشقای واقعی رو میخوندی ها میدینی همشون بدبختی کشیدن. چه میدونم پدرشون در اومده، ولی هیچ کنونشون اینجوری مثل تو ناامید نشدن. همین لیلی و مجنون. اصلا خود من میگه لیلی و مجنون چرت پرت میگه. چرا فریدون تو مرد زد؟ تو اگه چرت کتاب خارجی خونده بودی هم میفهمیدی دنیا چه خبره.
بابا اونا هم بالاخره آدم هم خر که نیستن، عاشق هم دارن. مثلا همین قصه این دختره، همین رومو و جولیت، همین چه مرارت ها، چه سختی ها، چه هم باباشون در اومده. یا مثلا همین مرد سیاه چی اسم برام جایی سیاه چی بود اسمش؟ اوتلو. بفرما. همین. همه اینا رو تو خوندی غلام؟ نه بابا، تفلک آقا برام از دیشب تا حالا زحمت کشیده، اصلا همجور تعریف میکرد تهش که ما رو هم نبردم. آره شنیدم، این اتاق بغلیتون هم تذکر داده بود غلام، عروس دامادن آخه تفلی ها. آبرمونم رفت به خدا، شرمنده شونم، اصلا دست خودم نبود، همین جور میری. اصلا قصه که نیست، جیگر آدم کباب میشه. یعنی یکی اینا رو تو اگه میشنیدی دلت نمیخواد باشی، مثل من که الان دلم نمیخواد باشم، اما مثلا یک سرنوشت های عجیب غریبی، همشون از دم خودشون رو کشتن، اونم جفتی جفتی. ببینم اینا رو آقا بهرام واسه تعریف کرده؟ بله آقا، مو به مو همه رو آقا بهرام تعریف کرده. خدایی چقدر هم قشنگ تعریف کرد. بریم آقا بهرام، بریم، اینا مسئله خصوصی داره. بیا چند قصه هم من وسط بگم. نمیدونی چقدر قصه قشنگ تعریف میکنه. مرد حسابی، یه عمر لب قبری هم واسه اون طور رفتن و واسه هیچکی نکردیم الا خودمون. این قصه رو که من ننوشتم آقا سیر، چرا نارنجی؟ همه دنیا قبولشون داره. خب عرف دیگه. اتفاقا میخوام راجع به همون عرف دنیا واسه قصه بگم. چند درصده؟ خدا اصلا دنیا چه ارزشی داره وقتی رعنا رو بهم نمیدن ها؟ حالا این قصه مال هر جای دنیا میخواد باشه. غلام جون بابا، هر کی به رسم خودش، اونا خودشونو میکشن، اصلا به تو چه ربطی داره خودتو قاطی میکنی؟ این قصه اصلا مال کسایی که به هم دیگه نمیرسن. ما اگه قرار بود به هم دیگه نرسیم که واسه این همه بدبختی نمیکشیدیم. واسه رویا هم داره خواستگار میاد. اصلا وضعیت خرابه. یه خورده حالا دیگه. فقط مشکل من اینه که باباش خیلی موافقه. بله اون وضعش فرق میکنه عزیز دلم. اون اگه یه ذره هم تو رو بخواد قرص ما میسه جلو آقاش، همه حرفاشو میزنه. بالاخره دانشجو درس خونده، چهار تا کلمه حرف میتونه بزنه. ولی رعنا چی ها؟ یه دنیام که منو بخواد چه جوری واسه اونم جلو دوی؟ تو خودت ندونستی حرفاتو بزنی. چی بگه رعنا؟ تو کجا منو پیدا کردی ها؟ من خودم ندرستم چجوری اومدم توی قبرستون. گفتم که من دنبال جنازه بودم واسه این پولمو بده. من پولمو بده. آقای من چرا نمیشه؟ آقا جون جنازه میخوای خود من. ببین آقا بهرام، نگاه ببین، هم قدیم، هیچ اختلافی هم نداریم. یعنی چی؟ یعنی شما جای بهار آره دیگه، الان چند شبه که من تو فکرشم، دیگه خسته شدم، به اینجام رسیده. روزی دو نوبت خوراکمه، صبح بری بر نگردی، شب الهی بخوابی دیگه بیدار نشی. یه عمره که دارم از یه حرفا میشنوم، آدم ندار چیکار میکنه ها؟ پولدار میشه آقا سیروز. نه خجالت میکشه، 16-17 سالی که من دارم خجالت میکشم، دیگه بسمه. چون این چای شبه 5 کیلو وزن اضافه کردم. تازه مهم نیست، اگرم نشد جنازه خودشو جمع میکنه. ببینید من این آقا فریدون رو قبول دارم. بیا آقا فریدون، ببین این وصیت نامه منه، آدرسم توش هست. باشه، این پولی که از آقا بهرام گرفتی و ببر بده دست خودش، جلو برادرش هم ندی بالا میکشه. خیلی خوب، اینم مدارک. خداحافظ. بریم آقا بهرام. آقا سیروز. آقا سیروز شما زربه بابا، اصلا شما سن و سالت به اون نمیخوره که. ناراحت نباش، من راضیم. روزی چند تا میت باید توی قبر بکنم که یه همچین پولی گیرم بیاد؟ ولی نقد میگیرم ها، زندم نمیتونی بگیره، چه برسه به جنازه هم. یالا بیرویز، همین الان بنیسترم نقد کنم. نمیشه آقا سیروز. چرا نمیشه؟ نمیشه. اگه به قیافه هست خیلی باید آرزو بکنی با یه همچین تیپی بمیری. خوربونه اون شکل ماهت. گفتم که دنبال جنازه هم دیگه. میدونی؟ پول. پول ندارم. چی؟ پول ندارم. پول نداری؟ نه ندارم. یعنی چی؟ یعنی بنده خدا همطوری بی خودی بمیره؟ همش کشکه.
خارج، حق بیمه، 10% همه. 5% هم؟ همه شو ببینم. میکنم از زیر خاک پولمو بده. نه پولمو بده. آقا این بنده. تا اینجا زیر قرضم. احبلم کن آقا جون. 3.5 سال نشسته که بیارمش خونم. 100 دفعه بهش گفتم بیخیالم شو. به دردت نمیخورم. اما برگشت گفت یه حلقه بنداز دستم، منتظرت میمونم تا بیایی تا کاروبارت درست بشه. 1000 دفعه بهش گفتم قید منو بزن، اما دل نمیکنه. خارج رفتم نشد. فکر کردم اگه ببینم بهتره، اونم میره به زندگی خودش میرسه. قصه لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، از دو قصه‌های خارجی هم همه‌شون جمع بشن، یه گوشه یه قصه من نمیشن. حتی یه حلقه ناقابل هم نمیتونم براش بگیرم. آقا این چه زندگیه؟ بهتره که اصلا بمیرم. بلم کنی برم جون، بلم کنی جانم، جانم بسونه بالا اگه بذارم نمیشن. آقا این چه دنیاییه؟ حتی یه حلقه ناقابل هم نمیتونم بگیرم. ببین فریدون، 3 روزه بین میگت و دم مرگ در بستی واسه تو خیابونا چرخیدم. یه شش سیاه کردم، شب تا صبح نخوابیدم، دارم بهت میگم اگه یه بار دیگه به خاطر سنگ و قبر و جنازه دنبال من بیای، به جون بچه من موشو چالت میکنم. حالا این شد؟ ای بابا، لا اله الا الله، خدا اینگه دوباره شروع کردن. آقا جان بس دیگه، دیشب که صدای گریه رفیقت بود، الان هم شما مسافر بنان گذاشتین رو سرتون. بس دیگه آقا، باش من رو سرت کنن. ببین اول زندگی من کجا آوردی؟ اصلا این بهرام ها فری با زندگیش، یعنی این من و غلام ها مو نمیزه. همون شرط ها نمیدونم چند هزار تا یک بدبختی بیچاره. آخه 2 تا سکه واسه یه حلقه نامزدی؟ 2 تا سکه چه میدونم. خب حتما میخواسته آبرومند باشی دیگه بالاخره بعد این همه سال. من که پول نداشتم بهش بودم که این غلام دلش برای سوخت گفتش من میدم، حالا بعدم گرگم فروختم به پسش میدم پولش. چه میدونم اصلا فکرشو بکن. یک برنامه واسه اینکه مثلا این نامزدش خیالش راحت بشه میخواست بمیره. البته نمیخواست بمیره، یعنی میخواست یه آدم زنده جاش بمیره. واو واو واو، خیر ندیدین؟ زن و بچه رو فرستاده خونه خواهره. کیمه؟ داداش ایران خانم دیگه، گفته خرجیتو رو میدن دست خواهرم. چی چی چی؟ خرجی کیو؟ زنه رو دیگه. زن داره؟ دوتا، صبح تا حالا اون یکی، از حالا تا صبح این یکی. بمیرم الهی براشون، نشستن خرجیشون بگیر. آخ یعنی ارگ آخه دوتا. بله الو آقا فریدون، دوتا چیه؟ دوتا زن. بفهمه صداشو در نیار، آدرسی که داری. بله ببخشید شما؟ خب جواهری هم دیگه، کسی نفهمه. اه آقا جواهر شما. ببین همین الان یه آژانس بگیر به حساب من، یه کار خیلی مهم باهات دارم، بیا پیشم. باشه باشه اومدم. خونتون دیگه؟ نه نه اونجا نیستم، تو شرکتم. باشه باشه اومدم، خداحافظ. کی بود؟ ها؟ کی بود؟ آقای جواهری بود، گفت به هیچ کم هیچ نگم. من میرم از این را اول لباس هم از اون را پس چرا نمیخورین مادر جون؟ غذا از گلوم نمیره پایین. یکم زحمتش کشتم که یه شب بیرون نخوابه، حالا که رفت خوابید بخوابه. میخواین یه تلفن بزنیم خیالتون راحت شه؟
از صبح چند دفعه با ماشین صحبت کردم، گفتم براش غذا بذاره نره بیرون چیز میز بخوره بچه‌م مریض شه. اگه مریض شه بیفته اونجا چی به دادش میرسه؟ میخواین همین الان بریم یه سر بهش بزنیم؟ نه آقا یوسفم امروز گفت میخوام برم وساطت بکنم بیارمش. بالاخره شما دوتا زن تنها. گفتم نه نه عذابش میکشم ولی زیر بار حرفش نمیرم. بچه تربیت کردم. برو مادر برو شامتو بخور برو. راستی مادر آقا یوسف هم بچه همو پسندیده، خیلی ازش خوشش اومده. قربونش برم چشماش عین چشمای بابا بزرگته. خدا بیا مرزتش. الان اگه بود بابا بود. بابا فریدی جان خیلی خوشم. ببخشین دیگه اینجا یه خودی به هم ریخته است دیگه. نه نه خواهش میکنم خیلی خوب. شام که خوردی ها؟ شام نه سیر. بفهم بشین راحت باش. یه حرفایی رو نمیشه جلوی زن زد. اینه که گفتم بیا اینجا رو در رو چش تو چش مثل دوتا مرد با هم دیگه حرف بزنیم. خودمونی. بله خودمونی. شنیدی که واسه دخترم یه خواستگار اومده؟ بله ولی آخه مثل این که قبول نکردن. راجع به همون قبول نکردنشون میخواستم باهات حرف بزنم. ببین تو الان صد راه خوشبختی اون، یعنی دختری هستی که چه میدونم به نظر خودت دوستش داری. چرا؟ چرا چی؟ چرا مانع خوشبختیش میشی؟ الان وقتشه که عشق واقعی رو نشون بدی. عشق واقعی؟ یعنی باید چیکار کنم؟ هیچی، هیچ کاری نکن. فقط مثل یه مرد بذار با کسی که میتونه خوشبختش کنه عروسی کنه. یعنی چی؟ یعنی با یکی غیر از من؟ آره، اینه معنای عشق واقعی، اینه معنای فداکاری از خود گذشتگی. گور بابای خودم عشقم خوشبخت شه. پا بذار رو احساساتت، رنج بکش، تحمل کن به خاطر اون. ببین چقدر قشنگه. بله ولی خب فکر میکنم قشنگترش اینه که با خودم عروسی کنم. با خودت؟ ولی تو اگه منم همین الان بخوام که همین جوری دخترمو بهت بدم نباید بگیریش. نگهداری عشق پول میخواد. تا خواست شل کنه یه جوری با خونه مسافرتی ماشینی سفتش کنه عشقو. اصلا میدونی به نظر من آدمی مثل تو باید با یکی عروسی کنه که زیاد نخوادش. نخومش؟ آره دیگه نخوای. ببین مثل یه پدر نداشته دارم بهت نصیحت میکنم، برو با یکی عروسی کن که زیاد نخواش. ازدواج مثل یه هندونه است، تا خاچش نکنی معلوم نیست رسیده نرسیده، سرخه سفیده. خودت که کشاورزی بهتر میدونی. باید بری یکی رو بگیری که زیاد نخواش، که اگه یه وقتم نشد راحت ولش کنی بری سراغت یه هندونه دیگه. هندونه؟ آره دیگه یکی دیگه. ولی من نمیتونم آقای جواری. یعنی ببینید همین من مطمئنم که این رویا خانم یعنی همین دختر شما همون هندون یعنی همون چیزی یعنی همونی هم که من میخوام دیگه. تو این دختر رو نمیشناسی. من بزرگش کردم، من میشناسمش. من جواهری حریف خرج و مخارجش نیستم. خب منم واسه همین میخوام پول داشتم که حریفشون شم دیگه. اینجا نور یکم زیاده همچی نه؟ بله؟ نور زیاده؟ آه.
چشم. چقدر؟ چقدر برات بنویسم؟ چی؟ چقدر؟ چقدر تا حالا ضرر کردی؟ همه شو بهت میدم. اصلا دو برابرشو بهت میدم که بری. دو برابر؟ آره؟ دخترمو میخوای، دشمنم که نیستی؟ بیشترم خواستی بهت میدم. فکر کن تو عالم آشنای ازم پول خواستی. فکر تو برگشتنش هم نکن، قرض الحسنه. هر وقت تونستی پس بدون، نتونستی خب نده. از شیر مادرت حلال‌تر. بگیر و برو. آخه میدونی اصلا به خاطر همین مامانمه که، یعنی مامانت؟ مامانت چی؟ همین مامانم دیگه. ما رو عادت نداد که از کسی قرض بگیریم، حتی اصلا قرض بدیم. واسه همین مثلا انقدر نگران غلامم آقای جواهری. اون دیگه کیه؟ شما نمیشناسینش، ولی روی خانم دخترتون میشناسنشون. خواننده مونه دیگه غلام. بعد قراره، یعنی دختر دایی ما میخواد، بعد بهش نمیدن. شرط گذاشته پولدار شه؟ نه بابا، هنوز طرف ما اونقدر آگاه نشده مردم میخواد از این شرط رو بذارن. فقط شرط گذاشته که آقاش بره پیش داییم. خب بعدش؟ بعد دیگه نداره دیگه، همین دیگه. نمیره. خب بره. نمیره دیگه. شرط های طرف ما همشون همین جوریه دیگه. من واسه همین اصلا نگران غلام، چون بهشتم پول قرض دادم. حالا ولی شما اصلا نگران نباشین آقای جواهر. من چون هنوز 3 تا سکم بالاخره مونده، هر جوری شده پولدار میشم. چون به خاطر همین عشقم که شل نشه خودتون گفتین، هر جوری شده. چون شما هم که بالاخره نمیخوای خدای نکرده دخترتون پس فردا طلاق بگیره از شوهرش و اینا. فقط چشن تزاره، چشن تزاره، چشن تزاره. میگن مردم فلونی رفت و گم شد یار، به جز خدا کسی خبر نداره. همه دونن که عاشق بیقراره، یار چرا اون دل خدا رحمی نداره. غلام درگه عشقت بمونم یار، که رفتن جاره مرد سواره. غلام درگه عشقت بمونم یار، که رفتن چاره مرد سواره. سلام عمد، دست شما درد نکنم. یه بار دیگه، اینا والا به افتخار عروس دوماد خوندیم. آخه شرمنده‌شون بودیم، گفتیم از دلشون در بیاد. خدا از برادری کمتون نکنه، یکم دلمون باز شد. خواهش می‌کنم. خواهش. دیدی خانم، ما شما را جای بد نمیاریم، همه چی که پول نمیشه که. دیگه مزاحم مردم نشین. بفرمایید. خواهش می‌کنم. چطوری بولا؟ بذار من. چطور خوندی؟ بفرمایید. اون صدا کردم قربون. قربون آقا، خیلی ممنون، تشکر. دهنت برم، باور کن حس کردم. بله واقعا. قربون جو چی شد زنگ؟ آقا نفرما، آقا تو رو خدا، آقا خیلی ممنون، آقا زحمت نکشتن. آقا جان، دهنتو واکن. برای چی؟ تو واکن. آقا یه ذره بیشتر. بابا چرا میترسی؟ یه ذره بیشتر. وای خدا، این حنجره نیست، این طلاس. قربون اون نوکرتم، قربون دهنت. اصلا فکر نمی‌کردم دیگه این گوشام یه همچین صدایی رو بشنوه. اگه سر قبرم هم می‌خوندی پامو شدم ماچ می‌کردم. آقا قربونت برم. آقا زمان، من از شما خواهش می‌کنم یه دقیقه ماچ نکن. آکن واکن، آکن واکن.
بولم جون چی شد؟ زنگ زدی به مامانت واسه ارگه یه نما؟ من دیشب تا صبح خوابم نبرد. بابا فکر کرده میخوام بفشم مواد بخرم. به من چرا گفته بمیرم اما ارگو نمیدم. یعنی چی خب پس؟ معتاد چی؟ هنوز هیچی نشده آلوده شی؟ بابا بذار دوتا کف برات بزنن بعد بیفت تو جو. ببین آقا حالا زدی واسه این ایراد نداره، ولی هم مادر زاده نشده کسی بذاره تو گوش ما. ولی خب برید ببینید حتی آقا این ده شما دیگه هی ماش میکنه این زمین تو گوش آدم. محبت بوده بشین. محبت چی بابا ولم کنه؟ خیلی خب بشین بشین. معتاد چیه مرد حسابی؟ غلام جون ول کن اینو. پول من چی میشه؟ پول چی آقا نشد، یعنی پرد اونجا نمیشه. آقا من بدبختم آوارم بدهکارم میشم. یعنی چی؟ یعنی به من طلبکارشی؟ ای داد بیداد پول داری؟ بریز پاش. چی؟ بابا این گنجه. دو تا تیکه شعر قشنگ بذار تو دهنش، سه چهار تا نوازندم بذار کنارش. خب چی؟ که چی؟ ببین از این حنجره چی میاد بیرون. ای داد بیداد حف که دست بالم تنگه، و الا از این حنجره کیلو کیلو طلا میکشیدم. طلا؟ بله این حنجره طلا 18 میده بیرون. 18. همه امتحانامو خوب دادم مامان. دلم برای بچم یه ذره شده. شاگرد دوم شدم ها. مامان. آفرین مادر. آفرین. لای قربون قد و بالاش برم. میگم مادر اگه یه وقت غلام اومد در خونه خواست به یه بهونه وارد خونه بشه راش ندینا. نمیدونی اینجا چه خبره. همه میگن غلام معتاد شده. وای بچه اتفاقا ماما دیشب از فریدون 100,000 تومان قرض کرده. وای بچه معتاد شد، حتما برای مواد میخواسته. بهش بگو نره پولشو بگیره ها، فدای سرش. رفته ماما، صبح زود رفت. صبح زود بچه هم دیگه معتاد شد. صبح زود رفته یعنی اینکه نتونسته جلو خودشو بگیره. مامان ندو این بچه ها میخورین زمین ها. یه چای تازه دم براتون رو بردم میخورین، خستگیتون دره. آقای چیز یعنی شما میگی من هرچی پول دارم بریزم پایین دیگه ها؟ ای بابا پول که هیچی، فرش زیر پاتم باید بفروشی بریزی به پاش. بابا این تلاست، یه تومن بذار 1,000 تومن ببر. چی بگی؟ آقا ما چاکر شماییم، ولی خواننده شدن درس میخواد، کلاس میخواد، همینجور کشکینی پول بدن نوارشو بخرن که. تو از این نظر خاطر جمع باش، من شاگرد تربیت کردم، اپرا خونده. بله از ترس ما جرأت نمیکرد نفس بگیره، اینقدر چهچه زد بردنش بیمارستان همینجور. یا اینقدر زد رفت بیمارستان. بله یه کاری نداره که، تو که کاری نمیبری. آخه خب درسته، اما یعنی شما میگی اینم میتونه همونطوری نفسش نگرده مثل خدا بیامرز؟ آخه اینم بابا بی خیال ما رو کشتن دیا. خدا داره میگه باید چاکرت. آقا بند نمیاد. چی بند نمیاد؟ اشکای خانومم. آقا ببخش اول زندگی آوردیمش اینجا، دلش واسه ننه باباش تنگ شده. اونجایی که میگی میری اونجا که برگشتی نداره. این یه تیکشو خیلی دوست داره، میگه خودشو به یاد خودش میندازه. یه امضا از ما خواسته اگر لطف کنی. چشم رو چشم. دست شما درد. ما چاکر همه طرفدارام هستیم. اینم خدمت شما. خیلی ممنون، لطف کردیم آقا. نوکر قربون شما برم. چاکر دست شما درد نکنه. خدا معذرت خواهی. ببخشید. بفهم آقا، به خدا من خودم همه اینا رو میدونم. قضیه خواهرزن فرماندار واسهت گفتم؟ بابا خواهرزن فرماندار تو ده دنبال نوارم بود. ولی آخه تو این حال خدا بگم چی کارت کنه اسد؟ بابا من الان باید گریه کنم واسه رعنا، واسه خودم. چی؟
بابا این عاشق دیگه. خب همینه دیگه، یه هنرمند یه شکم خالی و یه دل پر میخواد که تو هر دوتاشو داری. گفتم این صدا از یه جایی بالاخره در میاد. یه عمر عاشقای مملکت با آهنگای من دارن گریه میکنن، حالا تو عشق منو در آوردی. ببین غلام بابا، تو که به رعنا نمیرسی ها؟ فکر نمیکنم. خیلی خوب دیگه، تو بیا واسه من بخون ها؟ نمیدونم بابا، اصلا ناراحت بخون. آقا به نظر من همه خواننده ها باید ناراحت بخونن، نه؟ تو بله رو از حلقومش بکش بیرون، پشت بندش با من. بابا آخه دوتا شعر قشنگ بذاریم تو دهنش تمومه دیگه. شعرش هم میگه فریبا بگه، این شعر واسه سنگ قبر میگه، اصلا نمیتونه شعر شاد بگه، همش ناراحته دیگه. بله بعد تازه همه میگن شعرش عین سعدی. خب اگه اینجوری باشه خیلی خوبه، آموزنده است. ببین یه شعری باشه که این دردشو بریزه بیرون. نگاه کن این داره میترکه. از یه جای کلاس بالام شروع میکنی که چهار تا آدم حسابی صداشو بشنون. آره دیگه، که بتونیم یه دوتا نوازنده بشونیم بغل دستش. ها غلام خوبه؟ غلام خوبه؟ غلام جو خوبه؟ خوبه؟ باش. ها؟ باشه؟ باشه. قربونت برم. آره دیگه، چی بخواه؟ باکن؟ آکن؟ 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 تلاست، تلاست. باشه؟ من دیگه پا تو اون خونه نمیذارم. چقدر بی احترامی، چقدر سرکوف. من یکی دیگه طاقتشو ندارم ماما. اگه یه موقع ظرفا رو خواستی بشوری یا رخت چرکاتون جمع شد بگی من بیام خونه. من که مرد اون خونه نیستم. نه نیستم مامان جون، تو دختر زاییدی. نه دیگه، اگه بودم که الان قسم سر چراغ نبود که. میدونی امروز موشیم چی میگفت؟ میگفت آقا جواهری چقدر دستپختتون خوبه، منو یاد مامانم اینا میندازه. خب معلومه، از خودم یاد گرفتی. حالا بگو چی درست کردی؟ کشکه بادم جون. ببینم اصلا شما فکراتونو کردین؟ بله جانم. ببخشید آقای فرهادی، میخوام باهاتون صحبت کنم. وصل کنی یا بگو نیست، بگو نیست. نمیشه بگم نیستین، خودشون اومدن. خودشون؟ بگیم فرهادی بزرگه. میگن اون بزرگشون. بزرگه؟ بزرگه چیه مادر؟ فرهادی بزرگه اومده ماما. طرف مایشو داره. ای بابا درسته که ما در به داغون شدیم، ولی هنوز گوشمون میشنفه، انگار یادت رفته ما کی بودیم. سنگ مفت، خواننده مفت، جفت بیسه شی. عزیز من، جان من، بذار بخونه. اگه خوشت اومد، پسندیدی، میشینی با هم صحبت میکنی. آخه تیپ میپم که نداره، اون که دیگه دست خودمونه. نونوارش میکنیم، با یه دست کچربان نونوارش میکنیم. اصلا من اینو برات میسازم، میکنمش این شازده. چی میگی؟ گرفتگی نداره، حالیته. ای بابا چه گرفتگی، تو خودت میدونی که من تو کار مواد خیلی حساسم. اصلا میدونی چیه؟ میفرستی بهش آزمایش؟ نمیخواد، برای یه شب که لازم نکرده. اول شب بیاد بخون و فقط چشش به ما باشه. نداره دادیم سرتای قضیه رو جمع کنه و بزنه به چاد. ای بابا تو بذار دهن وا بکنه، اگه گذاشتن دهنشو ببنده. آقا شبنم. ای بابا چی میخوای بگی؟ میخوای برم رضایت پدر مادرشم بگیرم؟ مزه نریز بابا، مجازه. آره قربونت برم، مجازه. تو چه مایه‌ای میخواد بخونه حالا؟ مایه کار ما چیه؟ دل دیگه، اونم تو مایه دل میخونه. طرف عاشقه.